بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. سلام به شما و بینندگان فارسی زبان هر جای جهان که هست. آقای بنی‌صدر، همونطوری که بارها هشدار داده شده بود، خود جناب عالی چند سالی است که در این زمینه هشدار میدین که این بحران هسته‌ای رو آقای خامنه‌ای و رژیمشون بالاخره باید در تسلیم و تحقیر به اتمام برسونن. این توافقنامه، به اصطلاح توافقنامه هسته‌ای در ژنو یا بیانیه به قول آقای عراقچی به امضا رسید. شما و خیلی های دیگه در این زمینه صحبت کردین، خود جنابالی در این زمینه بیانیه دادین، چندین مصاحبه داشت. من بخواستم اگه ممکنه خواهش کنم که اون ایرادهای اساسی که بر این توافقنامه، بیانیه، قرارداد، هرچی اسمش رو میشه گذاشت، که برخی حتی در ایران از نزدیکان آقای خامنه‌ای اون رو جام زهر، سراب لغو تحریم ها و آنچه از ما بردند و بازی را بردند خواندن، بفرمایید چی هست این ایرادها؟ عرض کنم به شما، اولا که پیانیه، وقتی که آقای عراقچی میگوید پیانیه، یعنی قبل این توافقنامه آشکار شده و ناگزیر است بگوید که نه، ما توافقنامه نیست، بیانیه است، بیانیه سیاسی. چنان که در مورد گروگانگیری هم همینطور شد، چون اون گروگانگیری خیانتی بود، اون توافق قرارداد الجزایر خیانتی بود به مردم ایران، به حقوق مردم ایران، و معلوم بود که رئیس جمهور این خیانت رو امضا نمی کند، اسمش گذاشتن بیانیه. در نتیجه نه برابر قانون اساسی رئیس جمهوری او رو امضا کرد و نه مجلس او رو تصویب کرد. حالا همین ها میبینن که بگوین توافق نامه، با توجه به اینکه این یک خبر تعهد بر عهده گرفتن، بنابرای اون چی که انتشار یافته، چون متن رسمی به هیچ زبانی با زمائمش اینکه واقعا معلوم میشه در مجموع چه تعهداتی رژیم ایران پذیرفته، هنوز انتشار پیدا نکرده. بله. اون مقدار که انتشار پیدا کرده در اون چه به ایران مربوط می شود، یک رشته تعهد هاست و طبیعی است که این تعهد ها رو باید مجلس تصویب بکنه. هرگاه نخواهند مجلس تصویب کنه و از این نقایص اساسی که دارد اینها از انتقاد بگریزن، ناگزیرن شدن بگوین بیانیه سیاسی است. خب کدوم بیانیه سیاسی در دنیا صادر شده که برای یک طرف 24 تعهد به بار آورده، این که دیده جایی شده که یک بیانیه سیاسی یک طرف رو بکند اجازه دهنده و حاکم، یه طرف دیگر رو تبدیل کنه به متعهد و مطیع؟ همچه بیانیه کی در دنیا دیده که این دوم میشه؟ چون این توافقنامه به راستی بدتر از قرارداد ترکمنچای عذاب در آمد، بهش میگویم که بیانیه. بلا در واقع توافقیست که دو طرف امضا کردن، یه طرف عرض کنم به شما اجازه میدهد فقط و یک طرف تعهد میکنند. اجازه میدهد. شما این توافقنامه رو هم بدتر از ترکمنچای دونستین و هم جام زهری مهلکتر از جام زهری که آقای خمینی سر جنگ در پایان جنگ نوشیدن دونستین. چرا؟ همینطوره. بله، که اون جنگ ایران راه نینداخت. ترکمنچای رو هم اون جنگ روسا رو انداختن. این در مورد اتم، این آقای خامنه‌ای است که این بحران رو ساخته. نه، یه تفاوت خیلی اساسی است. به هر حال، حالا من یکی میشمارم برای اینکه وقت کمی داریم و 14 تا این نقص، مثلا نقصهای خیلی خیلی مهم در برداره.
یکی اولش اینه که عرض کردم طرف پنج به علاوه یک هیچ تعهدی نمیپذیرن، هیچ. میگویم به این که بله اونا هم تعهد کردن که مجازات های جدید برز نکنن. خوب گوش بکنید، این فقط یک طرز فکر تسلیم شده تحقیر شده میتواند گرمان تعهد تلقی کند. من تعهد میکنم مجازات های جدیدی برز نکنم و به شما فشار بیشتری وارد نکنم. اون طرف ایران این رو میگوید که اون طرف این رو البته مگر اون در این هم راست نمیگوید، برای اینکه اون که اروپاست این تحریمایی که کرده مجالس تصدیق نکرده، اجتماع سران کشورهای اروپایی و در واقع وزرای خارجیشون این تحریم ها رو تصدیق کردن، پس نیازمند این که به مجلس ببرن نیست. بله، فقط در مورد امریکاست که بخشی از تحریم ها رو کنگره تصدیق کرده. درسته. و در امریکا به خلاف اروپا حکومت لایحه قانونی به کنگره نمیدهد، طرح‌های قانونی خود نمایندگان تایید میکنند، پیشنهاد میکنند، به تصویب میرسونند. نتیجه در این است که میگوید حتی المقدور، چون اختیار کنگره دست حکومت نیست، ممکن است کنگره کافی نبینه این تعهداتی که از ایران گرفته شده و مجازات برش کنه. بله، همونطوری که میخواستن بکنن چند روز قبل، همونطوری که میخواستن بکنن. بله. اینه که میگه هر کلمه. پس عیب اول قضیه این است که این بردی که آقا میگو دروغ است. یک طرف برد کامل، یک طرف باخت کامل است. این طرف 24 تعهد، اون طرف هیچ تعهدی. اینکه بخشی که به قول آقای فبیوس فقط 5% تحریم ها رو اونها برمی دارن، معناش تعهد نیست، معناش تخفیف دادن است. این اول. دو، اینکه به محض امضای توافق نامه ایران می پذیرفته که این مجازات هایی که شورای امنیت بحث کرده قطعنامه هاش که میگه پرخبار است و تحریم های امریکا و اروپا قانونی هستن، قانونی هستن. و اگر قانونی هستن و تو هم امضا کردی که اینها قانونی هستن، باید که طبقش عمل بفرمایی. کی رو متعهد میکنید شما؟ شما که تا دیروز میگفت اینها برخبار است و غیر قانونی و غیر قانونی، و چطور هم چه مدنی رو امضا کرد؟ این دوتا. سه، مثل میگه قنی، حتی قنی شدن، قنی کردن اورانیوم رو به رسمیت شناخته. این آقای ظریف مدعی شده، آقای روحانی در یک نامه سراسر دروغ به آقای خامنه‌ای نوشته، اونم یک پاسخ دروغ به اون داده. در این توافق نامه هیچ جاش حق غنی سازی پذیرفته نشده، یک اجازه داده. باز اون مقام اجازه دهنده است و همه کس میدونه که از لحاظ حقوقی اون اجازه حقی رو ثابت نمی کنن، بلکه اون مقامی که اجازه رو میده میتوانه بده، میتوانه پس بگیره. میگه تا 6 ماه دادم، از اون به بعد دیگه نمیدم. به عکس، وقتی حق تبدیل شد به اجازه، معناش این است که طرف ایران قبول کرده که این حق رو ندارد. چون اگر میگفت که نه من این حق رو دارم، باید باید میساد اینجا میگفت نه، این باید تصریح بشود که ایران حق غنی سازی اورانیوم رو دارد. نه، این رو نخواسته، یعنی پیش نبارده، شاید هم خواسته، احتمال قریبه یقین میخواسته، اما طرف مقابل نپذیرفته چون قدرت هم اون دست اون بوده. این طرف ناچار از تسلیم شده، حق جا تبدیل شده به اجازه. هنج به علاوه یک اجازه دادن به این طرف
که ایران هست، رژیم ایران هست، تا 6 ماه به شرط این که در پایان 6 ماه میزان اورانیوم غنی شده 3.5% یک مثقال کم و زیاد نشود ادامه بده. اگر زیادتر از این مقدار شد باید تبدیل کنه واکسی. آقای بنزد، قبل از این پایان مذاکرات یا آغاز مذاکرات مرحله دوم، آقای در یه گفتگوی پیشینم با شما این صحبت کردیم، آقای ظریف اشاره کرده بودن که چون در MPT این حق به تو به صلاح به رسمیت شناخت شده، ما هیچ اصراری نداریم که به صلاح طرف مقابل این حق را به رسمیت بشناسد. این دروغ خیلی در واقع واقعا ما توهین میکنن به خودشون و به عقل و شعور مردم ایران رو. اگر اینجوره پس این 10 سال شما چرا اینقدر این قضیه رو کش دادید و این تحریم ها چرا به این مردم تحویل کردید؟ شما هم بودید که دائم میگفتید هر وقت شما این حق رو شناختید ما راجع به بقیهش با شما صحبت میکنیم. اگر قضیه NDP بود خب همونجا میموندید که میگفت که بسیار خوب، بیا توافق بکنیم، من طبق اون قرارداد من گسترش سلاحسته ای عمل میکنم. خود شما رفتی سایر بینا گفتی باید این رو بیای اعتراف کنی امضا کنی. بله. اگر این طور است که حالا آقای ظریف‌تون نشده و همه فهمیدن که تو این توافق نامه همچه حقی شناخته نشده، میگم کاش شناخته نشده بود. میگوید تبدیل حق تبدیل شده به اجازه. خیلی مسئله مهمیه که البته من توجه بکنم این اجازه هم دست این پنج بحلاویه که پس هر وقت میتونه اجازه رو وقت کنه. خب این 4. حالا اون طرف که تعهدی ندارد که بیدیم اگر نکرد چه میشود، یه چیزایی گفته که من گفتم 5% از اون تحریم ها رو گفته برمیدارم. تمام تعهدات این طرف کرده. خب قاضیه که اینجا که بگه که شما این رعایت کردی یا نکردی، تعهدات رو عمل کردی یا نکردی. همین 5 و 1 هم مدعیه طرف رژیم ایران است، هم بازیست. یک کمیسیون هم درست کرده علاوه بر اون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که میدونیم اونم اختیارش دست خودشه. بعد دست ایناست که بگم این تعهد عمل شد یا نشد. بله. یک مقام بی‌طرفی هم مثلا میگفتن اگر ایراد وارد شد مثلا میریم فرض کنیم به دادگاه بین‌المللی لاهه فرض کنیم ما. بله. باز میگفتیم یه دستگاه قضایی بی‌طرفی وجود داره که رسیدگی میکنه که کدوم طرف عمل نکرده. نکرده. در این توافق نامه قاضی و مدعی هر دو یک طرفه، یعنی 5 و 1 نه تنها حق کنترل داده شده به این 5 و 1 به تطبیقی گفتم همون کمیسیون و علاوه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلکه شاهرگ ها یا بزرگ رگه های اقتصاد ایران هم کنترلش با ارز کنم این 5 و 1 در واقع بخوانیم قرد. حالا امروز رو شده که صحبت 20 سال بوده، 20 سال کنترل. اینه که اشخاصی محکوم میکنن به حبس ابد، بعد از 20 سال رهاشو میکنن. در واقع حبس ابد یعنی 20 سال زندان. حالا این ملت بیچاره ما تبدیل شده محکوم شده به حبس ابد تا 20 سال باید تحت کنترل قرب باشه. آخه من نمیدونم این چه انرژی اتمی این چقدر قیمت داره برای ایران که این ملت باید این همه تحمیل رو بپذیره. شما ایرانی ها اصلا فکرش میکنین؟ میشنید به این حقوق ملی خودتون یه مقدار فکر کنین؟ راجب این بلایی که سرتون میاره یه مقدار فکر کنین؟ احساس مسئولیت میکنین؟ یعنی خودتون راضی میکنین؟ میگه خب اختیار که ما نداریم و این رژیم هم هرچی میخواد میکنه کرده دو. خب کف زدنتون چی بود؟ نخونده نشنیده آدم کف میزنه؟ حالا این مردم عادی بگه نه
اینایی که در خارج کشورن و در داخل کشورن خودشون رو هم متفکر و روشن فکر و حقوقدان و بلدی دونن، اینا چطور نخونده تصدیق کردن؟ این پنج بودا؟ شیش. این پولی که این آزاد میکنه که پول خود مردم ایران ها، نه این که پول به مردم ایران میده، پول خود مردم ایران 7 میلیارد میگه آزاد میکنه که از خود این آقایان خرید کنید. این در واقع معناش اینه که به اصطلاح این میگه اینقدر دل میدم که سر زنده بمونی، نفس بکشید، بیشتر از اون نمیدم. این معناش اینه تا وقتی که اونی که من میخواد تو بکنی. خود خوشمزه است که 1,400,000,000,000 تصویر کردن در این طبقه این توافقنامه از پول ایران، نه به خود ایران بدن که قرضاشو بپردازه بابت دانشجویان، بلکه به مؤسسات دانشگاهی خودشون بدن بابت بدهی های ایران. با یکیم هم این معامله رو نمی کنم. عرض کنم به شما این شش ها در مواردی هم که اجازه داده، اختیار دست خودشه. خیال نکنید که یه اجازه داده که شما اون طرف مختاره که هر کار میخواد بکنه، میگه خب اجازه دارم من میرم بکنم. نه خیر، اجازه داده، اختیار این اجازه هم مثل فرض کنید بانک، پتروشیمی، بیمه، قطعات و دوازه و هواپیما، اینها اختیار این که چقدر چه اندازه بخره بفروشه دست خود او. میگه فرض کنید من اجازه دادم شما قطعات هواپیمای مسافری بخرید، ولی فقط میتونی بخرید ولی این قطعات رو. فرض کنم به شما اینم 7-8 به تو به ترتیبی که عرض کردم، این متنی که انتشار دادم خصوصا به فارسی ترجمه غلطی مغلوطی است از مد مست اصلی و هیچ هم معلوم نیست که کدوم مد اصالت داره. آیا مد فارسی هم قبوله یا مد انگلیسی فقط قبوله یا مد انگلیسی فرانسه قبوله و ایرانی، هیچ کدوم اینا معلوم نیست. قطعا اون مدی که امضا شده به اصطلاح مد که 5+1 به امضای ایران نماینده وزیر خارجه این رژیم رسوندن، اون معتبره. ولی اون معلوم نیست، ولی اون منتشر نشده. درسته؟ اونم منتشر نشده. دیگه گفتم که یک بیانیه به کاخ سفید در آمده که میگه این چیزا تو اون مد هست. طرف ایرانی هم میگه این تفسیر طرف امریکاییست. خوب توجه بکنی این تفسیر طرف امریکایی وقتی شما میگویی، این طرفی که آمده شما رو نشونده این توافقنامه از شما گرفته دیگه، پس اون تفسیرش مهمه. شما چه تضمینی گرفتی از او که تفسیر دلخواه خودش نکنه؟ هیچی. ولی او همه تعهدات از شما گرفته که به دلخواه خود تفسیر نکنی. این تفاوت خیلی خیلی اساسی است. بله. و اینکه گفتم در قبلن هم گفتم، حالا معلوم میشود که صحبت میکنم یه 20 سالی میگویم که صحبت بوده که اقلن 20 سال این مهار اقتصاد، کنترل اقتصاد و تأسیسات اتمی ایران و در اختیار اون طرف. خب عرض کنم که نو. خب حالا با این مواردی که عرض شد، شما شنونده و بیننده میبینید که این مقایسه با قرارداد دارسی از این باب که یک طرف حاکم است در مواردی که دلخواه اوست تعهد میگیرد، در یک مواردی اجازه میدهد که اون طرف محکوم از یک 5% از اون چه دارد
استفاده کنن. حالا در این 10 سالی که بر این بحران اتمی گذشته و محاسبه‌ای که در چندین مصاحبه عرض کردم، دست که حالا رشد اقتصاد ایران از دست رفته، این استبداد در ایران، اینا که زیانهای اصلی هستن، اینا به کنار، بابت اینکه خورد و برد این همسایه ها و چین و روس و و و و سالانه 420 میلیارد دلار می شود. تمام اون چه در قرارداد دارسی قرامت اونم اقساطی باید ایران می پرداخت 10 کرور یعنی 5 میلیون تومان بود. طبیعی تومان امروز به پای امروز رقم بزرگی میشه، اما نه این سالی 420 میلیون. قرارداد ترکمنچای منظورتونه؟ ترکمنچای بله. حالا الان اونجا بعضیا گفتن که نه این مقایسه صحیح نیست، برای اینکه در ترکمنچای ما زمین از دست دادیم، اینجا زمین از دست دادیم. حالا از قرار آقای ظریف دیده که خب برای که مقایسه این با این چیز هم از میان برود، دیروز گفته است به اینکه ما ابو موسا و راجب ابو موسا هم راجب حاضریم با این شیخهای خلیج فارس گفتگو کنیم. البته آقای سید سخنگوی وزارت خارجه شون تکذیب کردن، ولی فکر میکنم یه بادبادک کسی هوا کردن زمین ها را آمدن. اینا کارشون رو میگن بعد تکذیب میکنن بعد عمل میشه. مگر همین قنیسازی را تکذیب نگم، مگر به هم تبلیغ نگفتن. حالا خودشون خود آقای زرین تصدیق میکنن که در این مد این حق قنیسازی شناخته نشده، میگه ما چون در NTP قبول شده بود بس مهم ندانستیم که اینا در این مد بیارن یا نیارن. از اون فرمایشات ها از سر تا فرش به قول هموطنهای ما بدتر این هست. 10 سال شما دارید مذاکره میکنید، ادعاتون هم همینه که قبل باید این حق رو بشناسه، حالا مهم نبوده که بشناسه یا نشناسه. به هر حال ایشون این ابو موسا رو هم ظاهرن میخواد که بدهد، اما من حالا به این آقایان میگم گرچه استبداد که معلومه این عقل مستبده، این اصلا فکر نمی کنه که این قیامت ها شد. شما فکرش بگم این شیخای خلیج فارس اگر ببینن که این ابو موسا رو شما حاضرین با اونها معامله کنی بدی، اینا میدونن که نه اتحادشون با اسرائیل و محافظ کارهای جدید و بخشی از کنگره امریکا به دست آوردن، پس اون اتحاد رو به هم نمیزنن. بله. اون رو نگه میدارن، توقعات دیگر میکنن. شما با دادن ابو موسا این شیخ ها رو از اون اتحاد نمیتونی بیرون بیاری. بخش خب مگر وطن ما یاروز که شما هر جور خاصی راجبش با هر کس صحبت میکنید، چه کاره شما اصلا که راجب بخشی از وطن ما گفتگو کنید؟ آقا به قول مصدق وزیر خارجه شو و اون انگلیس ها مخواستن جدا کنن دیگه. بله. مصدق عمل کرد که آقا اینا جد ایران ها تو چی کاره اینا ما دیگه اینا میخواد جدا کنید؟ با همه اینها شاه سابق که بهره اینا مفت از دست داد، بابت همین ابو موسا و تمر بزرگ و تمر کوچک به این شیخا پول انداد. حالا یه دور اونا رو خریده، مال خود ایران بوده خریده، حالا آقا بخواب راجع بشینه با اینا حرف بزنه. و من تحقیق دادم میگم گفته قابل حاضر گفته بکنه ها، بلا شب قبل از همین که ایشون روز بعد من رو شد خبر صحیحه به من اطلاع دادن از داخل که قرار است اینها این سه جزیره رو بذارم به معامله با این شیخای خلیج فارس. عرض کنم به شما ها و این قرارداد تا بخواهی تحقیرآمیزه، چون یه طرف حاکمه یه طرف محکوم، از این جهت عمده با قرارداد ترکمنچای مقایسه شده. برای که وقت ما خیلی کمه باقی رو فقط شماره میکنم. ایراد همین آقای صالحی رئیس این سازمان انرژی
که او میگوید آقا این نیروگاه آب سنگین عراق خط قرمز ماست. خب طبق این توافق نامه ایران متعهد است که او رو به کار نیندازد. این ده. یازده، چین و روسیه تا این توافق نامه تحریم های غرب رو غیر قانونی میدونستن. بله. حالا اونا هم امضا کردن، وقتی دیدن که ایران خود طرف ایرانی که امضا میکنه دیگه اونا کاسه داختر هاش که نبودن، اونا هم یه امضا کردن. اگر اینا لغو میشد یک جا، این به اصطلاح تصدیق نبود، تصدیق عکسش بود، یعنی تصدیق بود که قانونی نیست. چون امضا شده و تحریم ها سر جاشه و فقط 5% رو اینا گفتن برمیدارن، پس روس و چین هم تصدیق کردن که این مجازات ها قانونی هستن. بله. از کنم 12 از حالا مجلس موظف شده اون توافق نهایی رو که شامل پروتکل الحاقی است امضا کنه. این آقای عراقچی گفته ما امتیاز برای مجلس خواهیم شدیم. خیلی اجبار براش آره، برای اینکه اگر اون توافق نهایی رو بگیم این مجلس ولایت مطلقه تحت امر ولایت مطلقه تصمیم نکند و با مجازات های سخت‌تر وضع خواهند شد و این همه این چه که داده هیچی چیزهای جدید هم باید بدهد، پس ناگزیر خواهد شد که امضا کنه. چون من گفتم الان هم طبق این توافق نامه در واقع همون پروتکل اجرا می شود با اجازه ای که به آژانس و اون کمیسیون داده شده. عرض کنم شما 13 بخشی از این تحریم ها اتمی نیستن، مثلا برای خاطر حقوق بشر یا خیلی امور تصویب اجرا شدن طبق این توافق نامه اونا هیچ که علاق نمیشن، هم سر جاش میمون، چون اینجا صحبت تحریم های اتمی است. بله. 14 غیر شفاف بودن این گفتگوها و توافق امضا شده و عرض کنم که زمائم آن که اصلا هیچ نمیدونیم چی هستن و چه تعهدات دیگری احتمالا رو شامل میشوند که به اصطلاح دیگه یک چیز فضای تاریکیست که تر اونجا آدم نمیدونه که این توی فضای وارد شدیم چه بلاهایی سر شما میاد. اینها چه این موارد مثلا زیانهای بس بزرگی است که این توافق به پای شما مردم ایران نوشته است. تا وقتی شما مردم ایران هزینه ها رو میپردازید و نطق هم نمیکشید، بله جنگ تمام میشه بعد از 8 سال، یک دست شما هم نمیشه، شما هم میگن آقای خمینی دیگه نوشت سوال هم نگه. بعد گروگانگیری همین دو هم. حالا این بحران اتمی همین دو فکر فردا رو کردی؟ امیدوارم من در احساس مسئولیت کنید هم پتا ما نزید. خب آقای بنجر همجی که فرمودین، تا وقتی که من یاد این شعر افتادم که نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است، لااقل بعد از 30 و چند سال میشناسیم که این رژیم جز در با ساختن بحران ها و تسلیم شدن به بحران ها راه دیگری ظاهرن یا راه عمده دیگری برای ادامه بقا نداره. ولی تا وقتی که ما مردم تحمل میکنیم این تحمیلی که بابا میشه و بعدم به یه جایی ما رو میشنن در بین انتخاب بین بدترین و بد و بدتر و بدترین و بعد به قول شما کف هم میزنیم برای اینکه خب خوشحالیم که یه بحران تموم میشه و به ویژه سیاسیون ما، خب این رژیم چه حرجی براش هست که دوباره همچی کاری نکنه؟ هیچ دلیل نداره که دوباره نکنه. ولی حالا اینکه صحبت یکی از جالبی که کردید، من
به یادم آمد که یک امر مهمی رو خاطر نشان کنم. ببینید میگویند که این امریکا ممکن است، یعنی بعضی میگویند که نه قطعیست، مثلا لنگر رو از اروپا برداره بذاره آسیا. در مورد آسیا چین مدت‌های دراز در انزوا بود. چه وقت از انزوا به در آمد؟ وقتی چینی ها حاضر شدن این ماوریسم رو ببوسن بذارن کنار، رشد اقتصادی رو مبنا کنند و اساس کنند، حالا شدن یه قدرت بزرگ اقتصادی، اول بستانکار از امریکا. مورد ایران هم همینه. شما پاسدارها، شما نظامیها، شما اداریها بشینید فکر کنید، ببینید که این رژیم، این دلیل، این توانایی درش هست که مثل اونا این ولایت فقیر رو ببوسه بذاره کنار، بگذاره ایران رشد کنه، در این دنیا به حساب بیا یا نه. این دوام مسئله اینجاست. اگر جواب منفی است، پس یه بحران دیگر باز این رژیم خواهد زد، برای که بقاش در اینه. جواب مثبت را هم مردم ایران هم که باید بدهد، اگر قبول مسئولیت کنن، اگر اونها حرکت کنن، اگر شما نیروهای مسلح رو بپذیرید که ایران اگر رشد کنه این موقعیت داره که در دنیا یکی از قطبهای تصمیم گیرنده باشه و رها کنید ولایت مطلقه رو، اون وقت همه چیز تغییر انشاءالله. ایوه ایسا خیلی سپاسگزارم.